درود بر شما. سوم فروردین ماه 1403 خورشیدی بر اساس تقویم خیام نیشابوری مشهور به تقویم جلالی و 22 مارس 2024 میلادی، نوروزتون فرخنده و پیروز. امشب در نخستین برنامه صفحه آخر در سال نو یکم از تاریخ یاد میگیریم. میگیم 1400 سال پیش اعراب مسلمان به ایران حمله کردن، امپراتوری ایرانی ساسانی رو برانداختن، ایرانی ها رو مسلمان کردند و این مسلمانی 1400 سال بر ایران حاکمه. همین. امشب به چگونگی این موضوع میپردازیم. عرض میکردم که با حمله اعراب مسلمان به ایران و شکست امپراتوری ساسانی، ایرانی ها مسلمان شدن اما عرب نشدن. خیلی کشور شدن، خیلی قلمروها شدند. آیا ایرانی ها اسلام رو با آغوش باز پذیرفتن یا به زور شمشیر؟ یا با فریب دادن اعراب مسلمان مهاجم ظاهرن پذیرفتن، یعنی قلبن به دین عرب در نیامدن، وانمود کردن که مسلمان شدن تا جزیه ندن. اون به اصطلاح پول اسیری که از مردم غیر مسلمان در مناطقی که تسخیر میکردند اعراب مسلمان میگرفتن این جزیه رو. به هر حال این وانمود کردن به دروغ، یعنی این که ما ظاهرا مسلمانیم، این همون تقیه است که بعدا در فرهنگ مذهبی حاکم بر ایران رایج شد و امروز هم بوف دروغ. یکی از درخشانترین اثرات فرهنگ حاکم جمهوری اسلامی، حاکم امروز بر ایران. باری بعد در تاریخ عادت به ناکامی‌های تاریخی در بین ایرانیان شد عادت به ناآگاهی از موقعیت و هویت خود. واقعا اینا پرسش‌هایی است که باید درباره‌اش صحبت کنیم. خیلی وقت‌ها صحبت شده، بارها و سال‌ها، و بی تردید بسیار بیش از آنچه که صحبت شده جای صحبت و بحث و نتیجه گیری و یادگیری داره. در خدمت آقای دکتر محمود کبیر هستیم، پژوهشگر تاریخ و نویسنده رساله ها و کتاب های متعدد از جمله پارسی نامه که نقش زنان در آفرینش ادبی و هنری در تاریخ ادبیات ایران، هزاره ققنوس که از شروع ساسانیان تا پایان سامانیان رو در بر میگیره، بانونامه، زن در ایران از اسطوره تا تاریخ، و رستاخیز ایرانیان که بازایی علمی، فرهنگی و اجتماعی ایرانیان بعد از حمله اعراب مسلمان به ایران. از آقای کبیر خوش آمدید به امشب صفحه آخر. نوروز خدمتتون تبریک میگم. اول اجازه بفرمایید که از علت سقوط امپراتوری ساسانی در مقابل حمله اعراب مسلمان به ایران شروع کنیم. علت اصلی چه بود که اون امپراتوری، یا علل اصلی که اون امپراتوری با عظمت بعد از 427 سال اگر اشتباه نکنم شکست خورد در برابر حمله اعراب مسلمان؟ درود بر شما، سپاسگزارم. من نخست یک درآمد بسیار کوتاهی بگویم و آن این که ما امشب در فرصتی که خواهیم داشت خواهیم کوشید که یک سامانه‌ای رو اینجا در برابر چشم بینندگان شما بگذاریم، یعنی ببینیم در چه بازه زمانی میدان حرکت ماست. ما یک بازه زمانی نزدیک به 400 سال رو با هم مرور خواهیم کرد، آنچه که شما اشاره کردیم، یعنی در حقیقت از سقوط ساسانیان تا غزنوی ها، یعنی گذر از ایران باستان به سده های میانه
موضوع سخن ما خواهد بود. میدان بسیار گسترده و پر اهمیتی است، منابع بسیار آشفته است، بسیار اندک است. اگر در سالهایی که من در حین گفتگو بهش اشاره خواهم کرد گاهی وقتا با بعضی از کتابها میبینید که یکی دو سالی تفاوت دارد، برای اینکه در منابع گوناگون همان زمان، یعنی مثلا در تاریخ گردیزی یا طبری یا کامل ابن اسیر و دیگران، سالهای گوناگون و متفاوتی روایت شده است و ما اینجا فرصت نداریم که به تک تک این سالها اشاره بکنیم. در نتیجه یکی از اینها رو که به گمان ما درستر هست و نزدیکتر است و با بقیه میخواند انتخاب کرده ایم، به ناگزیر و شاید بیشترین مورخین اون سال رو مورد تاکید قرار دادن. خب اما از پرسشی که شما کردید، چرا ساسانیان عصر زرین و با شکوه تاریخ ایران در برابر تازیان از پای در آمد؟ من خیلی خیلی فشرده اشاره بکنم که نخست باید دانست که این حادثه‌ای که آنجا روی داد یگانه نبود در تاریخ بشریت. این که اقوامی بیابانگرد و از نظر تمدن در مقایسه با تمدنی که بهش حمله کردند پسمانده تر در شیوه اقتصادی، در علم، در دانش یورش ببرند و تمدن بزرگی رو از پای در بیارند، این هیچ چیز شگفتی در تاریخ جهان نیست. در سر تا سر جهان این رویدادها برای گذر از دوران باستان به صدهای میانه روی داده است، مالند حمله وایکینگ ها به اروپا که هزار سال دوام آورد و اروپا رو زیر رو کردن. اقوامی وحشی و بسیار کوچک، یعنی شاید 7-8 نفر بودن اول که حمله کردن، یا وندال ها در اروپا، یا اقوام مغول که حمله کردن و تا قلب اروپا پیش رفتن. اینها نمونه های کوتاه و اندکی است از این که میخوام بگم تاریخ رو مقدس نکنیم و فکر نکنیم آنچه در اینجا اتفاق افتاد یک معجزه بود و یا یک رویداد شگفت‌انگیز. یک رویداد بسیار بسیار طبیعی و تاریخ نگاران بزرگی مانند توینبی در انگلیس اینها رو تئوریزه کردن سالها پیش و بررسی کردن و شواهد تاریخی براش بسیار زیاد است. یعنی تمدن از این گونه رویدادها به خود بسیار دیده است. ولی نکاتی که شاید بهتر باشه بهش اشاره بشه که دیگران اشاره کمتری شاید کردند، این است که ایران فلاتی بوده است که همواره دور تا دورش محاصره بوده، یعنی در شمالش کوه و دریا، در جنوبش دریا و در شرق و غربش هم حفاظ داشته است، ولی دو تا حفره، دو تا تونل، دو تا کانال در جنوب غربی و شمال شرقی ایران بوده است و چون آب و هوای خوبی داشته است برای اقوامی که در اون شمال شرقی و جنوب غربی میزیستند، مرتب از این دو تا کانال و از این دو سوراخ به ایران حمله میکردند، یعنی مثل مغول ها و ترک ها و اینها که همه از اون سوراخ شمال خراسان آمدند و اعراب که از اون قسمت جنوب پایین آمدند. این به کرات اتفاق افتاده و مرتب این هجوم ها داخل ایران صورت میگرفته. نکته دیگری که شاید مهمه اینه که خب ما میدانیم اختلافات در داخل دستگاه حکومت ساسانی بسیار شده بود، دین مدارانی مانند کرتیه و دیگران زمام بسیاری از امور رو در حکومت به دست گرفته بودن و اسباب نارضایتی مردم بودن. 400 سال ما با رومی ها جنگیده بودیم و یک جنگ بی حاصل توان فرسایی دو امپراتوری بزرگ جهان رو فوق العاده ضعیف کرده بود. شوخی نیست 400 سال جنگ بی حاصل و بعد یک قحطی و خشکسالی عجیبی که 7 سال طول کشید و غرب ایران رو در نوردید. و اما عامل مهمی که شاید کمتر بهش اشاره شده اینه که به هر روی کشورهایی مانند ایران پلی بودند بین آسیا و اروپا، یعنی جاده ابریشم و تجارت و بازرگانی بین چین و هند و اروپا از اینجا که بسیار کالاهاش مهم بوده برای اروپاییان. و طی این 400 سال جنگ این جاده تقریبا بسته شد و جاده دیگری که اونها می اومدن از داخل خلیج فارس عبور می کردن و می رفتن به یمن و بعد از یمن از دریای سرخ عبور می کردن می رسیدن به شام و وارد اروپا می شدن. یعنی جاده‌ای که یمن رو به شام وصل می کرد دارای اهمیت بازرگانی فوق‌العاده‌ای شد و ما می دانیم که قبایل قریش بین این دو منطقه در رفت آمد بودند.
یعنی قبایل مثلا خدیجه در منطقه شام و قبایل محمد در یمن و در مکه، اینا میرسیدن به همدیگه و کالاها رو عوض میکردن و حتی در تقاضایی که از امپراتور ایران، شاهنشاه ایران میکنند، میگویند راه بازرگانی رو بذار ما استفاده بکنیم. اول برای گسترش دین نمیان، اول بدین منظور میان. خب این جاده بازرگانی بسیار اهمیت پیدا میکنه، اقوام جنوبی و شمالی متحد میشوند که به این اتحاد در قرآن سوره ای نازل شده است، سوره قریش به نام لیلا فن قریش، یعنی قسم به اون قراردادی که بین قریش بسته شد، اهمیت این قرارداد بازرگانی و نقش این جاده بازرگانی و بعد محاصره اقتصادی ایران به وسیله رومی ها و بسته شدن جنوب و شمال و دلایل فراوان دیگری مانند سرکوب جنبش هایی که در داخل ایران بود. و در ضمن یک نکته دیگر هم بگویم که کمتر بهش اشاره شده، اینه که تمدن بزرگ پترا که امروزه در غرب عربستان و اردن و جنوب سوریه قرار گرفته از مراکز عمدهش، این تمدن در همان زمانها متلاشی شد، یک زلزله های بسیار بزرگ و بعد هجوم رومی ها باعث شد که این تمدن غول پیکر پترا، اگر اسمشو بذارم پترا یا حجر، چون در قرآن سوره هم به خاطر همین تمدن سوره حجر آمده است، این تمدن از آن پاشید و این کوچها و مهاجرت‌های فراوان قبایل جنوب عربستان به طرف شمال، سرریز شدن اینها بساط تمدن کناریشون رو در هم نوردید. شاید اینها یک اشارات خیلی خیلی خب اینا بله اینا در واقع همون طور که فرمودید این اشاراتی است به عوامل خارجی و در ضمن تأثیرش بر عوامل داخلی و البته در درون خود امپراتوری ساسانی هم متاسفانه این اواخر انقدر ضعیف شده بود که ما میبینیم در عرض کمتر از 5 سال 4 سال مدام پادشاهان یا امپراتوران در واقع عوض میشن و گرچه بر اساس میراث بر اساس در واقع سلطنت موروثی مثل همه سلسله های پادشاهی بوده است ساسانیان، اما در این حال سیستم قانونی بسیار پیشرفته ای داشتند در و یکی از یافته های و مانده های تمدن ساسانی است که بعدها حتی عرب ها استفاده میکنن، همونطور که شما میدونید آقای دکتر کبیر، و در واقع برگرفته از همون قانون میشود گفت اساسی دوره هخامنشیان، این در واقع ادامه پیدا میکنه تا اون موقع. یعنی اینجوری نبوده که شاه در واقع فعال مایشا باشه در همه چیز، اگر میخواسته، اگر شخصا آدم مستبدی بوده میتونسته، زمینه فراهم بوده است برای اینکه این به هر حال فرح ایزدی داشته و سایه خدا بوده و اینها، ولی اگر نمیخواسته و آدم در واقع اهل تساهل بوده یا اهل ادب و فرهنگ و هنر بوده، میتوانسته از اون نهادهای قانونی در درون سیستم امپراتوری بهره بگیرن، طور که بعضی از شاه ها گرفتن، بعضی هم خب مثل نوه خسرو پرویز که هم باباشو کش هم 12 برادرشو کش برای اینکه بشه شاه مثلا، یا آدم های اینجوری هم داشتن اون دوره. خب این در واقع میرسد به دوره فساد حکومتی که خودشون رو تضعیف میکنه، دعواهای درونی حکومت و اینا همه عواملی بودن همینطور که شما گفتین، و ضعفی که بازمانده از جنگ هاست و هزینه های گزافی که این جنگ ها می برد، آدم هایی که کشته می شدن و منتها حالا ما اصلا نمیخوام درباره من الان یاد داشتم و نگاه کردم دیدم واقعا معذرت میخوام زیاد حرف زدم در این باره، خیلی خیلی عذر میخوام. من اصلا میخواستم ببینم که درباره این قبل از هر چیزی، بعد از حمله اعراب مسلمان به ایران، مخصوصا اون 2300 سال اول خیلی مهمه در چگونگی مقاومت ایرانیان در برابر سلطه اعراب مسلمان، چه نظامی، چه سلطه نظامی در واقع، چه فرهنگی، چه اجتماعی، و
چجوری بوده این مقاومت چگونه بوده. همشون در یک چیز مشترک بودن البته، و اونم این است که مقاومت در برابر سلطه اعراب مسلمان بر ایران، ولی تفاوتهایی با هم دیگه داشتن این گروه های مقاومت در واقع. اینا چجوری شکل می گرفتن، چقدر سازمان یافته بودن، چقدر تشکیلاتی بودن، چقدر با هم به اصطلاح ارتباط داشتن؟ خواهش می‌کنم بفرمایید. من نخست بگویم که همونطور که توی صحبت خودتونم بود، این که واقعا با آغوش باز پذیرفتن، اول به این نکته یک اشارتی بکنم. ببینین، اگر ما یک شهری رو و یک رویدادی رو باید، چون هم در قرآن بهش اشاره شده هم در تمام تاریخ ها و بسیار سرنوشت ساز بوده است، محلی به نام هیره در نزدیکی نجف کنونی، بذاری همینطور پله پله به این هیره برم تا برسیم به اونجا. ببینید، این هیره همون جاییه که شاپور ذوالاکتاف رفت اعراب رو شکست داد و شونه هاشون رو سوراخ کرد، به قولی، حالا به گفته ای، و به هر حال و رومیا رو شکست داد، و این شکست در قرآن در سوره روم بهش اشارتی شده است. این محل هیره همون جاییست که بهرام گور پرورش یافت به وسیله نعمان و قصر خورنق در اونجا ساخته شد و داست، یعنی ولیعهد نشین ایران هم بود و الان برای توی این نقشه هم که داریم میبینیم کاملا هیره مشخص شده. و این هیره همون جایی بود که 200 سال درست بعد از اون ماجرا خسرو پرویز از قبایل بکر ابن وائل برای اولین بار شکست خورد، امپراتوری روم از یک سری قبیله که بعدا این قبیله وائل البته نقش ها داشتن در تاریخ ایران. در سال 603 میلادی اولین جنگ مهم ایرانیان و اعراب در نایه، در جایی که بعدها اون روز یا اون محل به نام زیقار یا زوقار، در همین هیرهی که الان اشاره کردیم اتفاق افتاد. بعضی‌ها میگن سالش حتی پیش از بعثت پیامبر بوده، بعضی‌ها میگن بعدش، کار ندارم. این اولین جنگی بود که اعراب فکر کرد این امپراتوری رو میشه شکستش داد، چون ایران در برابر سپاهی که فرستاد، این سپاه در برابر قبایل عرب شکست خورد. یعنی 603 دیگه جنگ رسمی شروع شده بود. در زمان ابوبکر نبرد هیره اتفاق افتاد در سال 12 هجری. ببینین، ما 20 از روزی که این جنگ شروع شد در زمان یزدگرد تا روزی که یزدگرد سوم کشته شد، حداقل 20 سال ایرانی ها جنگیدند. 20 جنگ رسمی با پادشاه ایران، یعنی در سال 633 میلادی جنگ زنجیر اتفاق افتاد، بعد 635 همه هم در، یعنی از زمان ابوبکر تا زمان عثمان. دقیقاً ابوبکر، عمر و عثمان، همه و عثمان بوده. این در واقع 19 سال که یزدگرد سوم از سال اولی که بر تخت نشست این جنگ ها شروع شد، یعنی حمله دوره ابوبکر. آقای دکتر، ما وقت زیاد نداریم، روی این موضوع متمرکز نشین لطفاً. بریم بعد از این حمله و چگونگی چیزی از چیزی که بتونیم امروز هم یک حکومت شیعه در واقع اسلامی بر ایران حاکم است، یاد بگیریم چگونه مقاومت میکردن اون موقع، یه چیزی از اون یاد بگیریم. بفرمایید، خواهش میکنم. من نگاهی تاریخی به این جریان انداختم از روزی که این جنگ ها خاتمه پیدا کرد، یعنی یزدگرد سوم در سال 651 یا 652 میلادی کشته شد که برابر با 32 هجری، یعنی بعد از 20 سال جنگ کشته شد. خب مقاومت ها از مراحل گوناگونی گذشت که این قسمتش فکر کنم برای ما خیلی درس آموز است. در مرحله اول مقاومت فرماندهان محلی بود، مانند هرمزان که بعد حتی وقتی اسیرش کردند رفت توطئه ترور عمر رو ریخت و اجرا کرد. مقاومت های پراکنده مانند برگشتن از دین، یعنی مسلمان شدن و به معنی که اعراب می رفتن و یا در موقعیت ضعف قرار می گرفتن
ایرانی ها دوباره بر میگشتن، حتی زنها میریختن و شوهرانی رو که مسلمان شده بودن ریششون رو میگرفتن و میکشیدنشون توی کوچه. ندادن مالیات و در حقیقت حمله به کاروانهای مالیاتی و حتی خودکشی دست جمعی دختران و خود را انداختن در چاه برای اینکه به دست سپاهیان عرب نیفتن، مانند فهرج یزد که هنوز چاه 40 دخترانش باقی است. مقاومت ها در مرحله اول پراکنده و شکلهای گوناگونی دارد. در مرحله بعدی یکی از مهمترین چیزهایی که پا میگیرد مقاومت‌های فرهنگی است، یعنی مسئله زبان به یک امر مقاومتی تبدیل میشه. زبانها میبرند، در خانه هر ایرانی یک عرب میگذارند که کسی فارسی حرف نزند. نهضت عظیمی شکل میگیرد به نام شعوبیه که یک نهضت کاملا فرهنگی است که حتی بعضی فردوسی رو منتسب به این جریان عظیم فرهنگی، جمع بزرگی از شاعران، ترانه‌سرایان ایرانی، موسیقیدانهای ایرانی میپیوندند به این جنبش عظیم شعوبیه، یک جنبش فکری بسیار پرقدرت فرهنگی به نام جنبش زندیقان شکل میگیرد که به قدری تعداد این زندیقان که از دین اسلام برگشتند و دینی ندارند و خواستار آزادی ایران هستند و ضد بیگانه هستند و استقلال ایران رو میخوان، کشتارهای وسیعی از زنادقه صورت میگیرد. بعد جنبش بسیار بزرگ قرمتیان که بعد توی جنبش ها اگر فرصت بشه یک کمی بیشتر راجبش حرف خواهم زد، در نواحی خوزستان جنبش های سلسله جنبش های عظیم عیاری که بازمانده های روزگار اشکانی است وارد این مرحله است و اینا جنبش های فرهنگی است. یک جنبش بسیار با شکوه فرهنگی به نام اخوان صفا شکل میگیرد که اینها نخستین دایره المعارف بشر رو راجب تمام دانش‌های اون روزگار گرد میارند. انبوهی از نویسندگان، دانشورزان ایرانی پنهانی بدون اینکه نامشون بگذارن آشکار بشه از ترس، انجمنهایی فراهم میارن و شروع میکنن این فرهنگ رو، این دانش رو بین مردم گسترش دادن. ما امروز بعد از این همه کتاب سوزان ها بیش از 40 جلد از رسالات این دایره المعارف اخوان صفا رو در دسترس داریم. یعنی جنبش فرهنگی، حالا نمیخوام داخل جنبش های عرفانی و اینها به عنوان جنبش فرهنگی بشوم، ولی دامنش میکشه به مکتب استقلال یا دبستان خراسان. مقاومت هایی در همین مرحله از درون خود اعراب و رژیم صورت میگیره، مانند فرقه های مانند خوارج که برخی از شاخه های اونها بسیار مترقی هستند، مانند خوارج ازارقه یا خوارجی که به رهبری حمزه در سیستان طغیان میکنند، یا قیام مختار ثقفی و به خونخواهی امام حسین، یا قیام های خوارج. و یک کار بزرگ دیگری که میکنن شکستن دیوان سالاری ناقص اعراب و جایگزین کردنش با یک دیوان سالاری وزیران دانشمند ایرانی مانند خاندان برمکیان یا خاندان سهل، که اینها موفق میشن واقعا نفوذ بکنن در اون سیستم و اون سیستم رو از هم بپاشنن. ببینید من فکر میکنم که یه مقدار مکس کنیم رو هر دوره‌ای، به این معنی که همونطور که من در مقدمه کوتاه خیلی کوتاه عرض کردم که چند تا سوال در واقع گذاشتم، یکی مقاومت‌های مستقیمه و یکی مقاومت‌های غیر مستقیم اگر بشود گفت، و یکی که به صورت گفتم امروز تقیه بهش میگن در واقع، و یکی دیگه همونطور که شما میگین نفوذ کردن در مثلا وقتی که میبینند که نمیشه، یا باید مرد یا باید یه جوری فرهنگ رو لااقل پس گرفت و نفوذ میکنن در دستگاه خلافت، که این فقط خاص ایران هم البته نبوده، در اون دوره در همه مناطقی که دستخوش این پایین بلندی ها میشدن در واقع قرون وسطاست دیگه اینا شکل میگیره. یه نکته رو ولی بیایم مشخص بکنیم. ببینین این جنبش های ملی بهشون شعوبیه که فرمودین، آره ضد
عرب بودند اصلا، زندیقان ضد دین بودند، ولی مجموعه اینا رو هم تو که اشاره فرمودید، مجموعه اینا رو من بهشون میگم جنبش های ملی در اون دوره خاص، اگه بخوایم در اون زمان در واقع اینا رو در نظر بگیریم، اینا پی در پی شکل میگیره در همون 200 سال اول. بعد از شکست هر کدوم گاه هدف ضد عرب و ضد اسلامی بیشتری میگیره. یعنی فرض کنیم من تصوری میکنم از دوره ابو مسلم خراسانی، ببینید مثلا مثلا مختار ثقفی رو مثلا مثال زدین، بیشتر مذهبی است تا خونخواهی امام حسین امام سوم شیعیان، تا ملی برای ایرانیان داریم صحبت میکنیم، ولی شعوبیه و زندیقان اینجوری نیستن. بعد میاد ابو مسلم، اینجوری نیست. ابو مسلم اگر بخوایم در نظر بگیریم که علیه خلافت امویه، 120 سال خلافت اموی، از ابو مسلم مثلا اگر برسیم به سفید جامگان المغنى و به بابک خرمدین، همشون تو اون 200 سال اولن، 200-250 سال اولن اینا، ولی سرانجامشون پیروزی شمشیر بر خون، در واقع شمشیر خلافت بر خون اینا. چرا هیچ کدوم نتونستن به پیروزی برسن؟ حالا ابو مسلم خلافت رو از اموی ها میگیره، تحویل عباسیان میده، بقیهشون که اینجوری نبودن. آیا مردم حمایت نمی کردن؟ آیا جنبش ها یا رهبرانشون در سازماندهی ضعیف بودن؟ علت شکست مقاومت های 200 ساله چه بود آقای کبیر؟ ببینین، به سه تا تاریخ اگه اشاره بکنم شاید یکی از دلایل خیلی مهمش روشن بشه. سال 201 بابک خرمی قیام میکند و 20 سال در آذربایجان فرمان روایی میکند و خواب بر چشم خلفای عباسی میرماند. سال 255 تا 270 قرمتیان در بحرین و لحسا و اون مراکز حکومتی تشکیل میدن، این قیامشون سرانجام میکشد به یک حکومت 15 ساله که میدونیم چه عظمتی دارد این قیام. درست تو همون سال 255 زنگیان در خوزستان قیام میکنن، برده ها، و تا درست سال 270 یک حکومت در اونجا تشکیل میدن. یعنی قیام ها همزمان است تقریبا، ولی از همدیگر بیخبرن. من فکر میکنم دلایل شکست این قیام ها یکی این است که برنامه مشخصی برای آینده ندارن. همه اینها به گونه چشم دوختن به گذشته، هیچ کس برنامه ریزی برای آینده ندارد و به صورت جزیره های پراکنده بدون ارتباط با یکدیگر، یعنی همزمان با همدیگر. و جالب این است که بسیاری از این قیام ها آن یکی قیام را از پای در میاره. بله بله، لو دادنشون در واقع به خلیفه یکی از چیزهایی است که ما متاسفانه به کرات میبینیم. ببینید، در تمام تاریخ ایران، تمام سلسله هایی که بر سر کار آمدن غیر از دو نمونه، بقیه آخرین فرد این سلسله ها و این قیام ها به دست ایرانیان کشته شدند و به دست یاران نزدیک خودشون از پای در آمدن. غیر از اون دوتا، یعنی اون دوتا اول کیان بگین؟ قاجاریه و پهلوی. خب حالا ادامه رو بفرمایید، ادامه صحبت. بقیه همه به این ترتیب از پای در آمدن، یعنی محلی بودند، اهداف متفاوت بود. به محض اینکه قدرتی می گرفتند، رهبران چون برنامه مشخصی نداشتند فاسد می شدند، چون که نیروی نبود که در برابر اینها بیسته. این رهبران فاسد می شدن، می رفتن دنبال قدرت و دنبال پول و در نتیجه جنبش شکست می خورد. البته دعواهای قومی، دعواها بر سر آب و ترکیب شرکت کنندگان و نداشتن یک ایدئولوژی و یک جهانبینی که اینها رو به سمت جلو هدایت بکنه. یعنی قیامی بود روستایی. وقتی در یک منطقه به پیروزی می رسید فکر می کرد کار تمامه و فکر اتحاد با اقوام دیگر، با گروه های دیگر در بین اینها به شدت ضعیف بود و اغلب در بسیاری از موارد به درگیری بین اینها، یعنی حتی بعد که بعضی از این قیام ها به تشکیل حکومت می انجامد و حکومت های مستقل تشکیل می شن، همه اینها به وسیله همدیگه از پای در میان. بسیاری از اینها همزمانند، یعنی در دو تا منطقه ایران، و عجیب این است که هیچ گونه ارتباطی یا با هم ندارند و اگر دارند فقط با همدیگه می جنگند.
و اختلافات اینها بزرگترین فایده رو به خلافت بغداد میرسونه. نکته شاید ناگفته یا کم گفته شده تر که اینها شکست میخورن و تمام اون حکومت‌های مستقل، این است که بند نافشان را از بغداد و از جدا کردن دین از دستگاه دولتی نمیبرند. تنها فکر میکنم صفاریان بودن، البته در دوره یعقوب لیث فقط که بند نافشون به بغداد وصل نبود، ولی بعد برادرش برگشت، یعنی از امر لیث دوباره این ارتباط و پیوند اصلا بیعت میکنه امر لیث با خلیفه. برگشت خلیفه تا بازیچه دست خودشون بود، ولی به نفعشون بود، شاید به نفع اون رهبران قدرت طلب بود که این عروسک خیمه شبازی رو اونجا نگهش دارن، چون خودشون دارای یک جهانبینی نبودن که مردم رو بسیج بکنه، نداشتن شعورش و آگاهیش رو فکرش رو. در نهایتش در بسیاری از جهان، نمیخوام به اینها توهین میکنم، اینها فرزندان این ملت بودن و در زمان خودشون بزرگترین خدمات رو کردن، جنبش های ملی و برخند جنبش های طبقاتی رو در ایران سامان دادن، ایران رو آزاد کردن، اینا نکات بسیار بسیار مهم این جنبش هاست، ولی نکات ضعفی هم داشتن، چون من فکر میکنم در تاریخ هیچ امر مقدسی وجود ندارد، باید دید اشکالات کار کجا بوده که دوباره اینها تکرار نشه. در نتیجه فکر میکنم اینها به اضافه سرانجام مثل خیلی جاهای دیگه، شما برفرض میگم قیام های دهقانی مکزیک رو هم که نگاه میکنید میبینید مثلا برای نمونه زاپاتا با خیانت از پای در میاد. چجوری میشه آقای کبیر که یک تمدنی، اما از دوره، حالا فقط از دوره هخامنشی در نظر بگیریم تا پایان ساسانیان، یک تمدن هزار سالی، بیش از هزار سال، و این که میگیم تمدن فقط ظاهر قضیه نیست، من در مقدمه عرض کردم در قوانینشون هست، در فکر و رفتار و کردارشون هست، در حالا و هیچ کاری ندارم که اینا هم وقتی حمله میکردن، هر کدوم از این شاهان حمله میکردن به که اقلیم های دیگر و سرزمین های دیگر، جنگ یعنی خون ریزی یعنی کشتن، اینا با ماچ و بوسه جایی رو تسخیر نمیکردن یا مسلط نمیشدن برش. شیوه ها هم بی تردید با عرب های مسلمانی که حمله کردن به ایران متفاوته، شیوه ها بی تردید با مغولان که حمله کردن به ایران متفاوته، اینا همه درست، ولی یه چیزو الان که توضیح میدادیم به نظرم اومد. ببینید یک همچین تمدنی آدمهای خودشو میپرورونه. چگونه است که بعد از فروپاشی، در واقع بعد از شکست ساسانیان از اعراب مسلمان، که توضیح دادین شما که در برابر تمدن ایرانی آدمای بی تمدنی بودن این اعراب مسلمانی که حمله کردن به ایران، در این شک نیست، اینها چگونه ایرونیا بعدن نمیتونن یک ایدئولوژی داشته باشن در مقابله، در این مقاومت ها چگونه نمیتونن برای خودشون دبیر و منشی و قوانین درست و ارتباطات قوی داشته باشن؟ مگه اینا از آدمای بچه ها و نوه های همون پدران یا مادران صد سال پیش نبودن؟ چجوری یه دفعه مگه ایرونی ها عوض میشن؟ منظورم اینه، چیه دلیلش که اینقدر افت میکنه یه دفعه حتی در چگونگی مقاومت؟ من فکر میکنم که مجموعه گروهی از عوامل هست، نمیشه روی یک عامل مشخص دست گذاشت. چرا وقتی که وایکینگ ها داخل انگلیس میشوند اون تمدن پیشرفته نسبت به وایکینگ ها در برابرش از پای در میاد؟ چرا وندال ها نصفی از اروپا رو در می نوردند و نابود میکنند؟ چرا مغول ها می توانند امپراتوری روم، امپراتوری ایران و تا وسط اروپا رو تسخیر بکنند؟ تمدن ها وقتی میرسن، وقتی پخته میشن، وقتی به اوج میرسن، پیشرفت عموما همزمان نیست، متناسب نیست، در یک جاهایی وا میماند، در یک جاهایی قدرت طلبی، ثروت طلبی. شما میبینید که سرداران نظامی و ارتشی در اواخر ساسانی چه قدرت شگفتی پیدا کردند. مرتب کودتا میکنند در جاهای مختلف ایران، به بیگانه پناه میبرند، از ایران میگریزند،
و ثروت‌های بسیار کلانی دارند. ما می‌دونیم در هر جایی که نظامیان و ارتشیان قدرتی بیش از آن میدانی که باید داشته باشند پیدا می‌کنند، یک فاجعه‌ای در پی خودش روی می‌دهد، چون اینها اون ظرفیت و توانایی مثل همین دوره ساسانیان، مثل خود رستم فرخزاد و کارهایی که قبلش میکنه، مثل بهرام چوبینه و اقداماتی که در دوره حالا بهرام چوبینه توضیح آخه باید بدین، هر کدوم بخواین بگین. حالا بهرام چوبینه در اون مدت کوتاه حکومتش بسیار خوب، نیازی هم نیست توضیح بدیم چون مشکلمون حل نمیکنه. رستم فرخزاد که معروف است در بیشتر متون تاریخ که اتفاقا او ارزیابی درستی داشته از اون اتفاقایی که افتاد، بعدن ارزیابی درستی داشته است و به یزگرد میگوید که ما فعلا باید از در صلح با عرب‌های مهاجم در بیایم، مسلمان در بیایم، و یزگرد نمیپذیره. اولا این درست یا نه؟ ثانیاً چی شد برای اینکه کسی به رستم بعد بگه من جلوش وا میستم؟ آیه ولی همون زمان پیش از این که به نبرد اعزام بشه در خراسان به داستانش طولانیست کارهایی میکنه و نارضایتیهایی به وجود میاره و درگیریهایی از برکنار کردن نیروها، گذاشتن نیروهای دیگه سر کار، که سرانجام باعث میشه وقتی پادشاه ایران میرود به طرف مرو کسی اونجا ازش استقبالی نمی کند و به گونهی باعث شکستش میشود یک مقداری. چرا این کارا رو میکنه؟ چرا؟ به خاطر اینکه خود ببینید پادشاه چند سالش بود وقتی که به قدرت رسید و چقدر توانایی داشت توی اون درباری که خودتون گفتین که چقدر جوان بود، درست. پادشاهان تغییر میکردن. بله. و ما توی تاریخ نوشته داریم که میگوید که وقتی میخواستن اعراب بروند به زیقار، نامه ای نوشتن و به دستشون دادن که آقا جان بروید، اینا اینقدر پادشاه ندارن که یک بچه چهار ماهه رو گذاشتن که معلوم نیست بعدن این قراره چه کاره بشه، این رو به عنوان پادشاهشون انتخاب کردن. مرد و انسانی در دوره زیقاره، البته در دوره یزگرد سوم نیست. نه کلن میگم یعنی وضعیت به شکلی در آمده بود که زمینه های سقوط فقط به دلیل جنگ با روم یا پشتیبانی که رومی ها کردن در ابتدا از اعراب یا اشتباهات هولناکی که صورت گرفته بود، یعنی قبایل لخمی رو آمدن که در هیره بودن از میان برداشت خود پادشاه ایران، در نتیجه مرزی رو که بین ما و اعراب بود خودمون از نه برداشت. من سوالم اینه که چرا رستم یکی از در واقع اشتباهاتی کرد که این اشتباهات در سقوط ساسانی و البته با دادن جانش تأثیر داشت؟ چرا؟ اینه سوالم. اینه سوال علت این که ببینید سیستمی که در ایران برقرار بود، خودتونم تو قسمت اول صحبتتون گفتیم، درسته که یک پادشاه بود و شورای مشورتی بود و خاندانهایی بودن که عموما بیشتر مواقع هفت تا بودن و میدونیم که حتی در دوره ساسانیان هنوز خیلی از خانواده‌های دوره اشکانی هم قدرت داشتن، این به نوعی قدرت رو تعدیل میکرد، ولی درگیری‌های اینها و بعد دخالت نظامیان در این درگیری ها با ازدواج، با قدرت، با تصمیم گیری باعث می شد که اوضاع بر پریشانی این اوضاع افزوده بشود. و ما می دونیم که توی روزای آخر رستم بسیار از پادشاه ناراضی بود، با وجودی که حتی در نامه‌ای که در شاهنامه نوشته شده است می گوید که مواظب پادشاه ایران باش به برادرش، ولی در ذهن میگوید که بر ساسانیان زار و گریان شدم و دلم بریان شد از اینکه این کارهایی که اینا میکنن، و معلوم است که اینا سقوط خواهند کرد و او رو حالا به اختر یا به هر چیزی نسبت میدهد. به گمان من این درگیری ها و دخالت این نیروها در سیستم حکومتی و دخالت این خانواده ها در تمام این مسائل بخشی از علت ضعف. آیا دلیلش این بوده است، یا با آخرین سوال که از این بخش بگذاریم، آیا دلیلش این بوده که الان جمله های آخر شما، یا اینکه دلیلش این بوده است که در واقع تبختر شاهی به یزگرد سوم اجازه نداد که به سخن
درست و توصیه درست رستم گوش بکنه. بیشک این خیلی نقش مهمی داشت. یعنی وقتی که نماینده سعد وقاص آمد و اون نامه رو داد و گفت که ما دنبال چه میگردیم و بعد نامه‌ای که رستم نوشت به پادشاه ایران و اعتنایی به این نامه نشد و شاه به جای ایستادن در تیسون که به هر حال پایتخت ایران بود بلافاصله با خانواده سلطنتی اونجا رو ترک کرد، شاید یکی از چیزایی بود که خب در ایران و در کشورهای اون سیستم خیلی شخص شاه نقش مهمی داشت، خیلی اون پرچم دست کیه و پایتخت دست کیه بسیار بسیار مهم بود و رستم حتی خواست که این پایتخت ترک نشه و بمونن، ولی کسی به حرفش گوش نداد و این یکی دیگه از انگیزه بود که مردم ترس و بیم در دلشون ریخت که خب پایتخت از پادشاه خالی شد و الان دشمن وارد پایتخت میشه. بسیار خوب. ببینید من اشاره کردم که اموی ها کمتر از 100 سال خلافت کردن، نه شاید گفتم بیش از 100 سال، به هر حال اگه گفتم اشتباه کردم ببخشید، کمتر از 100 سال خلافت کردن، درست در سال 41 هجری تا 122 هجری. عباسیان که بعد از امویان میان سر کار، با کمک ابو مسلم خراسانی میان سر کار، خلیفه میشوند. اینا بیش از 500 سال خلافت میکنن. میخ اسلام در واقع توسط عباسیان بعد از محمد، توسط عباسیان سفت میشه تا میرسن به دوره ضعف و فروپاشی که هولاکوخان مغول میاد بساطشون رو جمع میکنه با حمله به بغداد. میخوام بگم آقای کبیر، ایرانی ها برای احیای ایران و هویت ایرانی با خلفا مبارزه کردند، اما خودشون در تثبیت اسلام در ایران نقش نداشتند. پرسش میکنیم. بله. بیشک، ولی من بیشترین سهم رو نه به مردم ترس زده رها شده به حال خود، وحشت زده از بیرحمی و شقاوت مهاجمین که داستانها نقل می شد، شکل و شمایل جغرافیایی این جزیره جزیره بودن ایران و دلایل دیگر، بیشتر من تقصیر رو اگه بشه گفت یا گناه رو یا علت رو به گردن حاکمان، یعنی حتی همان کسانی که مانند طاهریان یا صفاریان که استقلال ایران رو به دست آوردن و خدمات بزرگی به این سرزمین و به تاریخ این سرزمین کردن نقش داشتن در این. یعنی مثلا آل بویه خاندان تهیدستی بودند، ماهیگیر بودند، عیار بودند، اینها خدمات بسیار بزرگی به ایران، به شیراز، به شمال ایران کردند و در استقلال ایران، در زنده کردن آیین‌های ایرانی از نامشون گرفته تا تاجگذاریشون گرفته، ولی می‌بینیم که به شدت از یک زوایایی به خلافت بغداد وصلند و اصلا مدعی خلافت بودن خود آل بویه. بله، یعنی می‌خواستن خلیفه رو بر بندازن، خلیفه عباسی خودشون می‌شدن جاش 100%. و اینها به نظر من حکومت‌هایی که آمدند با تمام خوبی‌ها و مزایایی که داشتند در استقرار این دین، ببینین حتی حالا به سلطان محمود کار ندارم که دنبال زرتشتی‌های ایران راه افتاد رفت به هند و این بیچاره‌ها رو که به هند پناهنده شده بودند در اونجا کشتار کرد و در 20 سالی که حکومت میکرد نزدیک به 20 بار به هند لشکر کشید. به اون کار ندارم، خیلی از پادشاهان قبل از اون، یعنی در دوره طاهریان، در دوره سامانیان، ما این وابستگی رو و این گسترش فرقه های گوناگون اسلامی رو به بهانه های مختلف، به دلایل مختلف، به وسیله حکومت، مردم دنبال نان و زندگیشون بودند در اون شرایطی که بود و جانانه مقاومت کردند، جانانه مبارزه کردند و شرایط امروز که نبود، در اون حد توانایی و دانش خودشون برای آزادی و سربلندی این سرزمین، و برای همین بسیاری از ایرانیان برگشتن به آیین‌های
کهن خودشون، برگشتن به آیین زرتشتی و مقاومت کردن. این زبان رو فقط فردوسی نبود که نگه داشت برای ما، تصنیف هایی که این مردم در کوچه و بازار می سرودن، مانند سرود آتشکده کرکوی یا سرودی که در غرب ایران سروده شد، سرود هرمزگان، اینها ترانه ها و تصنیف هایی که این مردم می ساختن نشان دهنده اینه که بیزار بودن و نمی خواستن، مجبور بودند، ترسیده بودند از بیرحمی و شقاوت، و بعد فکر میکردند وقتی که مستقل شدند، وقتی که جنگیدن و آزادیشون رو به دست آوردن، برمیگردن به آیین خودشون، به زبان خودشون. ولی میبینیم که جز برخی مثل یعقوب لیث یا دیگران، این عرب زدگی، این تسلیم در برابر و استفاده کردن از عروسکی به نام خلیفه بغداد برای تثبیت قدرتشون، چون واقعیتش اینه که بینششو نداشتن که خود ایران بود. البته میگم مثل زندیقان یا گروه های دیگری بودند، یا مثل اخوان صفا، ولی در عموم اونهایی که به قدرت رسیدند، همون گونه که خودتون اشاره کردین، در تثبیت این جریان و گسترش این، مانند علویان در شمال ایران و دیگران، کوشیدند و نقش بسیار جدی داشتند که این پراکنده بشه در داخل ایران، چون به این سرعت و به این راحتی نبود. نه زبان پهلوی به این سرعت از بین رفت، و خانواده هایی که حکومت کردند و مقاومت کردند، مثل گیلان و مازندران، میدونید شروانشاهیان که کمتر تو ایران شناخته شدن، تا دوره صفوی اینا بازماندگان ساسانی بودن، تا دوران صفوی اینا مقاومت کردن و پایدار باقی موندن. و این الان داریم میبینیم، مثلا این از کتاب نجوم ریاضیات توسی بود و قبلش رباعیات قیام بود و بعد تاریخ بیهقی و طبری و اینها، بعد بو علی سینا، بعد رازی. ببینین اینها همه قله های درخشان و نوابقی بودند که در همون 200 سال، از در واقع 200-300 سال اول بعد از حمله اعراب مسلمان به ایران شکل می گیرن، و فردوسی که شما فرمودید میره تا قرن پنجم، چهارم و پنجم هجری، و تاریخی که ما همین امروز من اول برنامه گفتم تاریخ تقویم جلالی، همون خیام است که او بر اساس خورشیدی در واقع تاریخ شمسی درست میکنه. اینها همه بله در دوره‌ای به وجود میان که همینطور که شما فرمودید داخل دستگاه خلافت یا حکومت‌های نیمه مستقل نفوذ کرده بودند ادیبان و دانشمندان، و البته اونام روی خوش نشون میدادن بهشون، مثل مثلا فرض بفرمایید دوره سامانی، به ویژه سامانیان و بعد یکی دو سلسله، یکی دو پادشاه سلجوقی. ببینید تو تمام این حکومت‌های نیمه مستقل ایرانی که صحبت میشه، که بعد از حمله عرب و مسلمان وجود میان، سامانیان بیش از بقیه مورد توجه هم. اینها اولا چرا شکست خوردن با این قدرت و عظمت که حالا روی تقویم رو نقشه میبینیم حوزه نفوذشونه که بیشتر در دور از در واقع بغداد مرکز خلافته، بیشتر خراسان بزرگ در بر میگیره. علت شکستشون، از شما به محمود، سلطان محمود غزنوی اشاره فرمودید، علت شکست این سامانیان از سلطان محمود غزنوی چه بود؟ چه اهمیتی داشتن و چرا شکست خوردن؟ چقدر بر سر کار بودن؟ خواهش می‌کنم. من فکر کنم سامانیان و بخشی از کسانی رو که ما مربوط به دوره کوتاه غزنوی و اوائل سلجوقی می‌دونیم، همه فرزندان دوره سامانیان در حقیقت هستند، یعنی چکیده آزادی ایران هستند. یعنی حکومت های تنها، شاید یکی از تنها دوره های تاریخی است که ایرانی ها بر ایران حکومت کردند و اون مسئله ملی و اینها شکل و سامانی به خودش گرفته. یک نوعی، یک گونه رستاخیز، یک گونه نوزایی و باززایی یا رنسانس فرهنگی و اجتماعی در ایران رخ داده است. تمام ابعادش رو میشه به طور مفصل راجبش
گفتگو کرد که در زمینه علم، در زمینه فلسفه، همه کسانی که ما در تاریخ وقتی راجع به ایران حرف میزنیم به یادمون میاریم، مثل زکریای رازی، ابن سینا، بیرونی، خیام، خوارزمی، صوفی و و و دیگران، استخری، اینا همه مربوط به این دوره هستند. یک دوره برآمد که تمام شاعران ایرانی میگویند این برای اینکه اوضاع ایران به سامان بود در عصر سامانیان و آزادی وجود داشت. ما میدونیم که حتی محلات بخارا یا سمرقند رو، محله های ویژه‌ای رو در نظر گرفتن که مردم بیان اونجا بحث کنن، فرقه های گوناگون بیان بحث کنن. مکتب که رابعه بلخی و رودکی بنیان میگذارن مکتب استقلال است، عصر خرد است، عصر دانایی است. خب همه اینها میشه ساعت ها راجع به این رنسانس و ضعف های این رنسانس و چرا این رنسانس قابل مقایسه با رنسانس اروپا نیست، در حینی که در بسیاری از موارد پیشتاز جریانات بعدی اروپاست، مثل چرخش زمین و داستانهای دیگر. ولی چرا این جنبش، چرا دوباره این برآمد؟ 200 سال اول جنگ است، درست از سال 200 هجری سلسله طاهریان میاد سر کار و درست 200 سال بعد به دست غزنویان سقوط میکنه. چرا این دوره 200 ساله‌ای که طاهریان و صفاریان و سامانیان هستند و آل بویه، چرا دوباره سقوط؟ و خب فردوسی در شاهنامه به صراحت این رو اشاره کرده، نژادی پدید آمد از ترک و از تازیان، یعنی غلاما، قبایل قراختایی ترک یواش یواش از سمت شمال وارد می شدن، در جنگ شکست می خوردن، غلامان اینها به بغداد فرستاده می شدن، خلفای بغداد برای نابودی ایرانیان بران شدن تا با ترکان در سوی دیگر ایران متحد بشن و نژادی پدید آید از ترک و از تازیان. و پدید آمد و چند صد سال اینها بر ایران حکومت کردند. یعنی اولین دلیلش این بود که حکومت غلامان، همه پادشاهان بعدی ترک که در ایران آمدن غلامزاده بودند، بچه غلامهای دربار خلافت بغداد بودند و با یاری و توطئه اونها بر سر کار آمدند. حالا فقط نمیخوام بگم تنها دلیلش این بود، یک همین بود، یعنی یک اتحاد نامیمونی رخ داد و برای بار دوم اعراب مسلمان در حقیقت به ایران تاختند، این دفعه به یاری ترکان اوغوز، و اون رنسانس رو در هم شکستن. دلیل دیگرش درگیری های داخلی بین ایرانیان بود، یعنی حکومت طاهریان به وسیله صفاریان از پای در آورده می شد، حکومت صفاریان به وسیله سامانیان از پای در آورده می شد. همه این سلسله های نیمه مستقل یا مستقل به دست یک دیگر یا به دست غلامان ترک، سلسله سامانیان به دست غلامان ترک از پای در آمدند، اینها به دست قبایل و به دلیل درگیری‌های داخلی، به دلیل استبداد حکومتی، به دلیل فرسوده شدن. و روزگاری بود که وزیرانی مثل بلعمی، جیهانی، امید، اینها بودند، اینها همشون کشته شدند، همشون از میان برداشته شدند. آن دیوان سالاری فرهنگی که در میان ایرانیان بود به تدریج بر سر قدرت طلبی، بر سر جنگ های بی حاصل قومی و قبیله‌ای از میان برداشته شد. نظامیان و کسانی که در جنگ همه کاره بودند شروع به انباشت ثروت کردند و این باعث فقر مردم، جنگ ها، مالیات ها باعث فقر بسیار مردم شد. در ضمن فئودال ها در برابر دادن این مالیات ها با حکومت مرکزی همیشه دعوا داشتن، فئودال های ایرانی به گونه ای با حکومت مرکزی، جنگ نبردهای این فئودال ها و در نتیجه کاهش امنیت و رفاه عمومی. و یک دو تا مسئله اخلاقی بسیار مهم که نتیجه این جنگ ها و ورود ترک ها بدین صحنه بود، یکی روحیه تملق و چاپلوسی به شکل بسیار گسترده‌ای برای کسب قدرت، و این ناشی از تمام شرایطی بود که بین ایران، خلافت بغداد و ترک‌ها از سوی دیگه ما در این وسط به بازی کردن پرداختیم. روحیه تملق و تنها منبعی که میتوانست کمک مردم بکند شاید عرفان بود که نکرد، نتوانست، اون توش و توان رو نداشت. فقها همه به حمایت از ترک ها برخواستن، نمونه هاش در
شعرهای ناصر خسرو در جاهای دیگر هست فراوان، همه اینها باعث شد که اون هویت ملی یک که باید در رنسانس شکل میگرفت در ایران شکل نگرفت به اون شکلی که باید، هویت مذهبی غلبه کرد و نقد دین و جدایی این حکومت از بغداد و به اصطلاح از دین صورت نگرفت و همه اینها بر روی هم باعث شد که این در اوج خودش دوباره در برابر تازش ترک ها و تازیان سقوط بکنه. آقای کبیر یک دقیقه وقت داریم، من نمیدونم خیلی دارم بخواد اینو بپرسم، آیا تمدن اسلامی درست یا غلطه؟ این اصطلاح تمدن اسلامی، ببینید اصطلاح تمدن اسلامی یک اصطلاح 100% غلطی است. این اصطلاح زایده اواخر قرن 19 و اوائل قرن 20 هست و قبل از اون هیچ کس از این استفاده نکرده بود و معلوم است که چرا توی اون موقع این اصطلاح پیدا شد و دلیلش هم آقای اوکلی بود که سایمون اوکلی بود که خودش بعدا مسلمون شد و خطبه های حضرت علی رو هم ترجمه کرد و استاد دانشگاه کمبریج بود و مدت ها هم به جرم کلاهبرداری در زندان بود. ما اگر تمدن اسلامی داشته باشیم باید شیمی اسلامی و ورزش اسلامی هم داشته باشیم. فقط بگویم که خیلی از فیلسوفان، حکیمان و تاریخ نگاران امروز مسلمان از جمله اونایی که در ایران کار میکنند بر این باورند که این اصطلاح اصطلاح غلطی است. ما حکیم مسلمان یا مثلا نقاش مسلمان داریم ولی نقاشی اسلامی نداریم، چون اگر میخواست تمدن اسلامی باشه باید مثل روزه اسلامی قوانینش در قرآن یا در سنت یا در زبان پیامبر یا در احادیث میامد. ما در هیچ کدام از اینها قوانین و رویکردهای هنری و تمدنی نداریم و اعراب وقتی به ایران آمدن، اگر معیار تمدن خط است، اگر معیار تمدن شهرسازی است و سایر عواملی که میدانیم، بسیار بسیار در بین اعراب پایین بود سطح این و ما نمیتوانیم مردمی رو از هند تا مراکش اگر آفریده های هنری داشتن بیاریم زیر یک چتر. ممنونم ازتون آقای دکتر. همینطور که بله، این تمدن اقلیمی است نه دینی. تمدن ایلام داریم، تمدن ایران داریم، تمدن مسیحی نداریم، تمدن بودایی نداریم، تمدن چین داریم. ممنونم ازتون آقای دکتر محمود کبیر، شبتون بخیر. شب شما خوش. بریم پرده آخر. روز یک بدعت است و امروزه نه تنها به عنوان عید بلکه به عنوان یک عیدی که مورد امضای اسلام است. امروز مطلبه قطعاً این مسئله خلاف است و نوروز عید زرتشتی هاست و اسلام به طور جد با این مسئله مخالفت کرده. دین ما عید قدیر را عید می داند، عید فطر و عید قربان را عید می داند، عید مبعث را عید می داند، عیدی که جنبه عقلانی داشته باشه. علف از توی زمین در میاد برای من که عید نیست، برای اون گاو و خر عید است که باید بهتر بچره و بهتر از این زمین استفاده بکند. شب روزگار خوش.